بینندگان عزیز تلویزیون کماله، درود بر شما. قبل از هر چیز بابت اینکه از لحاظ فنی اشکالی در پخش برنامه پیش اومد از شما پوزش میخوایم. امیدواریم که در هر جا هستید توی این روزهای گرم تابستان در کنار عزیزانتون تعطیلات خوبی را بگذرونید و از سلامتی کامل برخوردار باشید. برنامه امروز گفت و شنود رو که برابر هست با پنجشنبه 4 اوت 2011 میلادی برابر با 13 مرداد 1390 هجری شمسی همراه همکارانم در بخش فنی در خدمتتون هستیم و دو موضوع در این برنامه مورد بحث قرار خواهد گرفت. موضوع اول بالا رفتن آمار خشونت در جامعه ایران هست. در این قسمت ما مقداری به خشونت هایی که اخیراً تعدادش بیشتر شده و مشهوده و یا اینکه به روزنامه ها و مدیا راه باز کرده و اومده و قبلاً دیده نمی شد یا پنهان می شد می پردازیم. بعد می تونیم به دلایل خشونت و راه های مبارزه با خشونت بپردازیم که در این قسمت ما بیشتر علاقمند هستیم که شما عزیزان با ما ارتباط بگیرید، هم از طریق ایمیل آدرسی که روی صفحه تلویزیون ظاهر خواهد شد، هم از طریق تماس تلفنی که همیشه لطف داشتید و با ما تماس گرفتید. شماره تلفن ما 00468634 35700 هست اگر از خارج سوئد زنگ میزنید و اگر از سوئد و خارج از استکهلم زنگ میزنید 08 64 35 700. خشونت بارها در برنامه های ما مورد بحث قرار گرفته از طرف جامعه شناسان، از طرف روانشناسان و اشکال و انواع اون و همینطور قضیه ای که اخیراً مسئله روز هست و موضوعی بود که بسیاری از سایت ها روش نوشتند، مسئله قصاص بود که آمنه بهرامی که محدوداً یک ماه پیش بر سرش و حکم قصاصی که صادر شده بودی که از برنامه های گفته شنود راجبش صحبت کردیم، دختر دانشجویی که در رشته برق درس میخوند و کسی که بهش اظهار علاقه کرده بود به صورتش اسید پاشیده بود به خاطر اینکه اون جواب رد داده بود، حکم این رو گرفت که میتونه این کار رو قصاص بکنه و با ریختن اسید به چشم مجید موحدی اون رو کور بکنه و چون خودش بینایی نداشت میتونست از طریق یکی از وابستگانش یا اینکه یک دکتر به اصطلاح این کارو بکنه که ما این برنامه رو اگه یادتون باشه و دیده باشید نقد کردیم و قانون قصاص رو زیر سوال بردیم که اینجا فشار رو و حتی انتخاب رو بین دو گزینشه، اینکه ببخشه یا اینکه انتقام بگیره، به قربانی میسپرن و این قربانیه که باید تصمیم بگیره. خوشبختانه آمنه در این قضیه وقتی اومد روزی که اجرای این حکم باشه، هم پدرش هم مادرش و هم پدر بزرگش که قبلا وصیت کرده بود قبل از مرگش ازش خواسته بودن که این پسر رو ببخشه و خودش تا روز آخر گفته بود که من هیچ قصاصی بهم آرامش نمیده و هیچ چیز نمیتونه بینایی منو به من برگردونه، اگه کسی بتونه زندگی منو تأمین بکنه چون من دیگه با این وضعیت نمیتونم کار بکنم و امرار معاش بکنم، من این پسر رو میبخشم. به هر حال وقتی پای انتخاب پیش اومد حتی برادرش هم حاضر نشد این کارو بکنه، فقط برادر کوچک آمنه گفته بود من میرم این کارو میکنم و روز اجرای حکم که قرار بود کسی که اون رو کور کرده بود به اصطلاح با اسید کور بشه، خود آمنه در اتاق حضور پیدا میکنه و مانع برادر کوچکترش میشه و مجید موحدی رو میبخشه. این مسئله الان صدا داده و در ایران و افراد مختلف فرصتی گیر آوردن که بنویسن بر سرش. خود خوندن این نقطه نظرات هم نکته جالبی هست. محمد خاتمی اومده بر سر آمنه موضع گرفته، معصومه ابتکار اومده نظر داده، دختر منتظری اومده نظر داده و شنیدن نقطه نظرات اینها هم در نوع خودش جالبه. مثلا محمد خاتمی نوشته که آمنه تو شدی آموزگار برای مردم، یعنی دولت فردان باید از تو یاد بگیرن و عفو بکنن. به خیال خودش حرف خیلی خوبی زده. دختر منتظری هم پاشده جوابشو داده، گفته که آقای خاتمی اگر مجید موحدی با خشونت تمام اومد، زیبایی، جوانی، بینایی این دختر رو ازش گرفت و غیر از اینها اون رو کور کرد که نتونه زندگیشو تأمین بکنه، مگر
ملت ایران به دولت مردان چیکار کردن که اونها ببخشایند؟ آیا ملت بلایی سر دولت آورده؟ ما که تا حالا هرچی دیدیم یا ملت هرچی دید از دست دولت دیده و اونها مستحق این نیستن که هیچ بخشایشی به اصطلاح انجام بگیره. به هر حال خود این جناح ها هم دعواشون بر سر قدرت برای کسب موقعیت و بخصوص با توجه به اینکه چند ماه دیگه انتخابات هست، به هر حال بازار زرگری هست که هر کسی داره از موضوعات روز استفاده خودشو میکنه. به هر حال اگه برگردیم سر قضیه آمنه، مادران پارک لاله کارش تحسین کردن و گفتن که تو به هر حال یک قهرمانی، یک انسان واقعی هستی و اگر این کارو میکردی ممکن بود تا آخر عمرت خودت عذاب وجدان داشته باشی و پشیمون بشی از کارت. به هر حال تحسینش کردن به خاطر بزرگواریش و همیشه هم آمنه ناراحتیش از این بوده که ادامه زندگیش چطوری تأمین میشه و بعد از این افوام به اصطلاح این پسر رو بخشیده، بازم نگرانیش این هست که آیندهش چطور تأمین میشه، که در اینجا مادران پارک لاله از مردم خواستن که در تأمین آمنه تلاش بکنن، صندوق‌های تعاونی بگذارن و کارهایی از این قبیل ده. و در واقع این امر دولت هست که زندگی این دختر رو تأمین بکنه. به هر حال مادر آمنه گفته که بهش افتخار میکنه و جنبش زنان هم تحسینش کرده. البته جنبش زنان میدونید که گرایشات مختلف توش هست، ولی وقتی آدم یه حقی بهش داده میشه، اون حقم در جهت از بین بردن سلامتی انسان دیگری هست، مقاومت، جنبش مقاومت میگه که از این حق آگاهانه آدم نباید استفاده بکنه. این خود به خود تو دهنیه به رژیمی که مبلغ خشونته و باز تولید کننده خشونت. بر سر خشونت انواعش، اینکه نوع فیزیکی، روانی، ساختاری، فرهنگی و نهادی هست. خشونت ممکنه لفظی باشه، ممکنه به شکلی روی روان انسان تأثیر داشته باشه که بیش از 20 برابر خشونت فیزیکی حتی در کودکان، به خصوص که روح حساس تری دارن و شخصیتشون در حال شکل پذیری هست، تأثیرات منفیش در آینده دیده بشه. یک پدیده تاریخی هست خشونت. خشونت دو نوعه. یه نوعش طبیعتی که بر انسان و حیوان خشونت میکنه، وقتی زلزله میاد، وقتی سونامی میاد، وقتی که گرسنگی و قحطی میاد، وقتی حیوانا حمله میکنن و انسانها نمیتونن از خودشون دفاع بکنن و میبینید که در اثر حوادث طبیعی و خشکسالی میلیون ها انسان از بین میره. میبینیم که سالانه هر در دنیا میلیون ها انسان تلف میشن، روزانه 25 هزار نفر از گرسنگی تلف میشن در دنیا که میشه هر 4 ثانیه یک نفر. آمار دیگه ای هست که میگه هر سال 500,000 بچه به خاطر سوء تغذیه کور میشن. اینها در شرایطی هست که در دنیای ما روی کره زمین به اندازه کافی آب و مواد غذایی هست که به همه انسان ها برسه. بخش اولش که مال طبیعت، خب حتی المقدور آدم باید رعایت بکنه و از محیط زیستش نگهداری بکنه که راندمان این صدمات رو، این ریسک ها رو پایین بیاره. ولی اون بخشیش که به انسان ها مربوطه، به رابطه بین انسان ها مربوطه و تضاد طبقاتی نام داره و تقسیم نابرابرانه قدرت و عدالت اجتماعی هست یا تقسیم ناعادلانه ثروت هست، این رو میشه کاریش کرد و این ما انسان ها هستیم که باید این مناسبات رو تغییر بدیم. روی این خشونت بین انسان ها از طرف کارگر، کارفرما به کارگر، از طرف پدر و مادر به بچه ها، از طرف شوهر به همسر، از طرف دولت ها در قالب قانون و محدودیت هایی که به اسم دین و فرهنگ اینها رو بازتولید میکنه و ادامه میده به حیاتش، اینها همه باید زیر سوال بره و تغییر اینها با تغییرات ساختاری در نهایت به رفع خشونت می انجامه. بیشتر ما وقتی از خشونت صحبت می کنیم، خشونت دولتی و خشونت سیاسی منظورمون هست و در همه جهان مبارزاتی شده، انقلاباتی شده برای پس زدن اون ستم ها، برای رفع اون خشونت ها و برای اینکه مردم خودشون سرنوشتشون رو به دست بگیرن. تا هر درجه انسان ها تونستن تشخیص بدن که مصلحتشون چی هست، آگاهیشون در چه حدی هست، تا درجه ای که متشکل بودن، تا اونجایی که تونستن حزب خودشون رو
به وجود بیارن و حتی نیروی طبقهشون یک پارچه بکنن، به همون نسبت اتحادشون و مبارزاتشون نتیجه بیشتری داده و تونستن بر ستمها و خشونت فائق بشن. نهادینه کردن خشونت از طریق دولت هست و دین، سنت، هنر، فرهنگ، ادبیات همش در این راسته قرار میگیره و این محدودیت ها هست که باعث میشه آزادی ها سلب بشه و هر کسی که اون قوانین محدود به اصطلاح مدافع سرمایه رو زیر پا بذاره کارش با زندان هست و شکنجه. توی یکی از نشریات احزاب میخوندم که 6 سال پیش قوه قضاییه اعتراض کرده که چرا شرایط زندان اینطور هست، هر زندانی باید 12 متر مربع مساحت داشته باشه برای اینکه توی زندان جاش تنگ نباشه. الان 17 برابر 30 سال پیش ما زندانی داریم. وقتی این همه زندانی رو میگیرن به انواع و اقسام به بهانه ها، از بد حجابی به قول خودشون تا اینکه ارازل اوباش هستن تو جشن دختر و پسر با هم قاطیان یا آب بازی میکنن، دیگه جایی نمیمونه برای زندان ها. و الان حتی 1 متر هم به هر زندانی نمیرسه. مدت ها 6-7 ماه تا 9 ماه ممکنه یک زندانی به اندازه 1 متر مربع هم جا نداشته باشه. تو همچی شرایطی صحبت از این کردن که قوه قضاییه چی میگه، معترض قانون رعایت نمیشه، همش حرفه. چون خود سیستم، خود قوه قضاییه در نگه داشتن این رژیم ناچاره که خشونت نشون بده، چون اگر خشونت نشون نده رفتنیه. نظر شما چیه؟ علت خشونت چیه؟ و برای براندازی خشونت، برای از بین بردن خشونت چه کار باید کرد؟ ما اینجا در مقامی ننشستیم که بیایم نصیحت بکنیم. نقطه نظرات شما هست و دیالوگی که بین ما و شما هست برنامه گفتشوند ما هست و امیدواریم که شما بتونید با ما تماس بگیرید و با شما رو تلفن هایی که عرض کردم در ارتباط باشید. بر سر موضوع اول، بر سر خشونت در ایران، بالا رفتن خشونت صحبت بکنید. نمونه خشونتی که اخیراً در اروپا دیدیم در کشور نروژ بود، یک راسیست به اصطلاح بنیادگرای مسیحی که ضد کمونیست هست، ضد خارجی هست، تونست جون 80 جوان و حدود 13 نفر بزرگسال رو بگیره با بمبگذاری و با تیراندازی به جوانان سوسیال دموکراتی که در یک اردوگاه تابستونی بودن. اینها اشکال ارتجاعیه که در جهان سرمایه داری جون جوانان رو میگیره، جان انسانها رو میگیره و محیط هست که باز تولید کننده این خشونت هست. همونطور که در رسانه ها شاهد بودید، در عرض چند ماه گذشته کودکان زیادی تا سرحد مرگ کتک زده شدند. نمونه این کودکان باربود بود 3 ساله، هانیه بود 8 ساله و پارسا. 2 تا از این بچه ها جونشون رو از دست دادن به خاطر اینکه پدر و مادر از کراک و شیشه استفاده کرده بودن، اونها رو داغ کرده بودن و تا سرحد مرگ اینها رو کتک زده بودن و دیگران همسایه ها متوجه شدن که این بچه آهوزاری میکنه و اونها رو به بیمارستان رسوندن. متاسفانه باربود و پارسا جونشون از دست دادن و هانیه که توسط ناپدریش مورد بدرفتاری قرار گرفته بود حالش وخیمه و هنوز در بیمارستان هست. امثال این کودکان ما قبلا هم در ایران داشتیم. جنبش زنان، فعالین حقوق بشر اعتراض کردند چون حق حضانت رو به مادر نمیدادن و مادر و پدر و نامادری بدرفتاری میکردن با بچه ها. تا حالا بارها و بارها کودکانی از بین رفتن، ولی اخیراً دیگه اینها درز میکنه و مردم تحمل نمیکنن و این به مدیا میاد. روزنامه‌نگارا احساس مسئولیتشون بهشون میگه که اینها رو نباید پنهان بکنن. احمد خاتمی گفته که ایران امن‌ترین کشور جهانه و این آمارها نباید انتشار پیدا بکنه. این به صورتی که منتشر میشه ممکنه مردم احساس ناامنی بکنن. تمام کشورهای سرمایه داری اون پولی رو، اون هزینه‌ای رو و بودجه‌ای رو که برای جلوگیری از خشونت، برای اینکه خشونت باز تولید نشه صرف میکنن، به خاطر این هست که از اموال ثروتمندا دزدی نشه. خونه های ثروتمند شبا راحت بخوابن، آدم ثروتمندی که در خیابون هاست امنیت داشته باشه بدونه که بهش حمله نمی کنن، ماشینش رو ازش بگیرن،
نمیدونم ساعت گران قیمتش رو یا زینت آلاتش رو ازش بگیرن. حتی من دیروز پریروز تو روزنامه استکهلم میخوندم این بحران اقتصادی، بیکاری و موج عظیمی که ممکنه پناهندگانی کسانی باشن، حتی کسانی که اینجا خودشون سوئدی هستن، مشروب خورن، خونه ندارن، حمله میکنن، گردنبندای زنها رو از گردنشون میربایند و حتی خطر خفگی این زنها هست. پلیس توصیه کرده زنها گردنبندهای گران قیمت گردنشون نکنن یا اصلا گردنبند گردنشون نکنن. اینها عوارضی هست که پس از بحران در جوامع سرمایه‌داری پیش میاد و وقتی فقر و بیکاری زیاد میشه، نارضایتی که در انسان به وجود میاد، به خصوص اگر این انسان یک فرد جوان باشه، بی آیندگی که این انسان داره، نگرانی که در وجودش هست، باعث میشه که آستانه تحملش پایین بیاد. هر روز تو خیابونای تهران، تو خیابونای شهرهای بزرگ اگه نگاه بکنید، سر کوچکترین تصادفی از ماشینا میان بیرون راننده ها و به جون هم دیگه میافتن، از فحش خواهر و مادر و کتک فیزیکی گرفته تا هر بد و بیراه دیگه ای که به دهنشون بیاد همدیگه رو میزنن، در حالی که دوتا ماشین در یک کشور مدرن که این ماشین ها بیمه هستن، وقتی تصادف میکنن، وقتی به همدیگه میخورن، پیاده میشن، راننده ها با هم دست میدن، خودشون معرفی میکنن، شماره تلفن های همدیگه رو دارن، شماره شخصی همدیگه رو دارن و این قضیه رو ثبتش میکنن و حتی زنگ میزنن پلیس بیاد و قضیه حل و فصل میشه و با وجود بیمه، با وجود قوانین، اون کسی که مقصره و شرکت بیمه اون شخص هزینه اون یکی اتومبیل میده و همه چی خوب حل و فصل میشه. وقتی آدم مقایسه میکنه فقر مادی در کنارش بیکاری، فقر فرهنگی و خشونتی که در بالا دولت ها دارن، چطور میاد آدم ها رو حساس میکنه. شما تصورش بکنید یه بچه 4 ساله 5 ساله وایساده در ملأ عام جلوش انسانو به دار میکشن، این بچه دیگه خشونت براش امر طبیعی و عادی میشه. تو خونه ببینه مثلا برادر بزرگ وقتی یه چیزی رو میخواد بهش نمیرسه داد میزنه، وقتی پدر یه چیزی رو میخواد بهش نمیرسه کتک میزنه، این هم یاد میگیره که هم کلاسیش رو یا از خودش ضعیفتر رو کتک بزنه و توی این چرخه هست که خشونت باز تولید میشه. خشونت در زندان ها باز تولید میشه. خشونت طبق گزارشایی که داریم خشونت پلیس علیه زنان هست که بهانه میده که به زهکاران برن به زنها تجاوز بکنن و این نهادینه شدن خشونت در جامعه هست که مردمش عادت میکنن، کم کم دیگه فکر میکنن زندگی روزمره یعنی این. برای اینکه خستتون نکرده باشم با هم کلیپی رو میبینیم و بعد برمیگردیم و امیدواریم که شما رو داشته باشیم و نقطه نظرات شما رو با هم یک کلیپ میبینیم که تنوعی باشه در برنامه. منتظر تلفناتون هستیم. Thank you.
عزیزان این کلیپ رو که راجع به کودکان بود با هم دیدیم. شما که در ایران هستید بهتر شاهدید و بیشتر شاهدید که توی این گرمای تابستون چطور کودکان عزیز میرن در کوره خانه ها توی گرما و در کنار کوره گرم کار میکنن. کودکان خیابونی رو در شهرهای بزرگ میبینید.